سالها بود که به خاطر فرسودگی قطعات پتروشیمی آبادان میزان تولیدات این مجتمع بزرگ به حداقل رسیده بود. هر کدوم از واحدهای ما یه مشکلات خاص خودشو داشت. واحد 200 مون که واحد تولید یا یوتیلیتی ماست، تولید بخار، آب و استیممون رو به عهده داره، بویلر هامون به قدری مشکل داشتن که ظرفیت 50 تن بیشتر نمیتونستن بدن. برای اولین بار است که ایرانی ها بدون دخالت خارجی ها همه واحدهای فرسوده را با قطعاتی داخلی جایگزین کردند. از واحدهای تولید پی وی سی گرفته تا واحدهای آب و برق و بخار یا حتی برج های خنک کننده که حالا ایرانی هستند. صحنه‌ای که الان شما دیدید و اگر ببینید این دقیقاً مصداق تحرک تو اقتصاد مقاومتیه. یعنی ما داریم تلاش میکنیم تولید رو افزایش بدیم، اشتغال رو بتونیم به بهانه تولید افزایش بدیم و این همون اهدافیه که مقام معظم رهبری دنبالشن. حدود 60 تا 70 هزار تن پی وی سی در سال و چیزی حدود 20 تا 25 هزار تن سود سوزاور در پتروشیمی آبادان تولید کنیم. واحدهای جدید ایرانی استانداردند و توانایی تولید سالانه بیش از 110 هزار تن محصولات پرارزش پتروشیمی را دارند، به شرط آنکه خوراک این واحدها که گاز فلر پالایشگاه آبادان است تامین شود. متاسفانه در حال حاضر با اینکه ما تعمیرات اساسیمون را انجام دادیم و مجتمعمون آماده به کاره، پالایشگاه اون همکاری لازم رو با ما نداشته و حاضر شدن که این گازها رو حتی بسوزونن ولی در اختیار مجتمع پتروشیمی آبادان قرار ندن. با تامین خوراک واحدهای نوساز پتروشیمی آبادان و چرخیده شدن مجدد چرخهای صنعت در اینجا، زمینه فعالیت مجدد بیش از 1400 کارمند و مهندس ایرانی فراهم میشه. حالا که پتروشیمی آبادان کاملا نوسازی شده، اگر از گازهای آلوده کننده محیط زیست پالایشگاه تامین خوراک شود، هم محیط زیست کمتر آلوده میشه، هم مسیر صادرات فراورده های پتروشیمی هموارتر میشه.